مقامات آمریکا سرگرم نهایی کردن برنامه سفر پرزیدنت ترامپ به کره جنوبی هستند. در حالی که کاخ سفید احتمال دیدار او با رهبر کره شمالی در این سفر را رد کرد، رئیس جمهوری کره جنوبی خبر دیگری دارد. بیرگالو، خبرنگار صدای آمریکا، این گزارش را از سئول ارسال کرده که با هم می‌بینیم. دو رهبر شاید نامه‌نگاری کردند، اما فعلا نباید انتظار اجلاسی دیگر میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون داشت. این پیام مقامات آمریکا پیشاپیش سفر رئیس جمهوری به کره جنوبی است که روز شنبه آغاز می‌شود. اما بسیاری در سئول امیدوارند تحولی صورت گیرد. رئیس جمهوری کره جنوبی چهارشنبه در مصاحبه‌ای گفت گفتگو برای برنامه‌ریزی ملاقاتی دیگر در جریان است. اما اگر پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیرد چنین ملاقاتی صورت گیرد، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است. دیدن از منطقه غیرنظامی در مرز دو کره در منطقه پانمونجوم. پیشتر هم از این محل به عنوان سومین محل ملاقات یاد شده بود. احتمال دارد کیم و ترامپ ملاقاتی در پانمونجوم داشته باشند، چرا که قبلا اعتماد سازی کردند، اما احتمال چنین ملاقاتی در این زمان بسیار ضعیف است. گمان زنی ها در مورد ملاقات سوم با نامه نگاری اخیر میان دو رهبر بیشتر شد. اون نامه زیبا برای تولدم ارسال کرد. نامه زیبا نوشته بود. به نظرم خیلی خوب بود. دو نامه دوستانه. ما با هم خوب کنار میاییم. صحبت از ملاقات در نامه؟ شاید بالاخره ملاقاتی هم خواهد. کیم هم میگوید سرگرم بررسی جدی آخرین نامه پرزیدنت ترامپ است. مشخص است که هم کیم و هم ترامپ می‌خواهند در مذاکرات پیشرفت حاصل شود، اما هیچ یک نمی‌توانند امتیاز بیشتری بدهند. ترامپ می‌خواهد کیم برنامه اتمی خود را به کل از بین ببرد. کیم هم می‌خواهد قبل از جلوتر رفتن آمریکا تحریم‌ها را کم کند. سامان پژوهان، صدای آمریکا.